خب در همین مورد مهمان برنامه امروز ما محترم ماهر خان مومند آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر از استرالیا با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم. مومند صاحب پروگرام تا بخیر اغلاست. آقای مومند، گزارش های متعدد رسانه ها و نهادهای حامی حقوق بشر از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان در این روزها بیشتر به گوش میرسه. برخی از نهادهای حامی حقوق بشر پلیس پاکستان را به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران افغان متهم کرده و آن را بخشی از کمپاین حکومت پاکستان بر اخراج اجباری افغان ها میدانند. نظر شما چیست؟ در این اواخر را بخواهی که خواندم اتواشنده بیشتر در مورد در مطوری پلیس پاکستان و سایر افغان را بسن خانوها و حرکت هستن بسیار ناراحت کننده است و ای که کسایی که در پاکستان زندگی میکنن به حیث مهاجر از نظر حقوق بشر حق دارن که در اوجه باشن. ماده 14 کنوانسیون حقوق بشر به هر انسان اجازه میده که از محل بود باش خود به محل دیگه سفر بکنن در جایی که امن باشن و به خاطر عدم افغانایی که به پاکستان مهاجرت کردن و در اوجه زندگی میکنن مسئولیت دولت پاکستان است که از اونها حراست و نگهداری بکنند و وقتی ایشون نمیشه که دولت پاکستان باعث آزار و اذیت جنسی خانم افغان میشه بسیار زیاد ناراحت کننده و آسیب دهنده است به افغانا. مومند صاحب، د بشری حقونو د څار سازمان او یو شمیر نورو نړیوالو بنسټونو له پاکستانه د افغان کډوالو د نه ایستلو غوښتنې کړې دي. پاکستان واقعا څه غواړي په دې کار سره؟ آیا امتیاز غواړي؟ بله خبر ده، ستاسې په نظر هدف څه دی د پاکستان؟ ګورې، دا خبر واضح ده چې پاکستان افغان مهاجرینو ته په تېرو څلوېښتو کلونو کې ځای ورکړی دی. د افغانستان زیاتره تعداد مهاجرین چې دي په پاکستان او په ایران کې میشت دي. د دې باید سړی د دوی کور ودانۍ ووایي، مګر په دې سره سره دا په دې معنی نه ده چې کله دوی تصمیم نیسي چې افغانان مهاجرین بېرته افغانستان ته وشړي نو په دغه طور رفتار سره یې وشړي. دلته د دوی مسئولیت دا جوړیږي چې برنامه‌ریزي ورته وکړي د افغانستان د حاکم نظام سره، که هغه هر څوک وي، طالب وي که هغه د جمهوریت نظام وي هغه که بل څوک وي، د هغوی سره په تفاهم او په همغږۍ باندې دغه پروسه په صحیح شکل باندې شروع کړي او په داسې وخت کې شروع کړي چې په افغانستان کې د دوی د هغه راستنېدو شرایط مسایل وي. نو دغه کارونه چې موږ وینو کله چې افغانان ځورول کېږي، دا فقط دې معنی لري چې پاکستان بدبختانه په دغه حالت کې بشر حقونو ته ژمن نه دی او دوی په هر توګه چې کېږي غواړي چې دغه افغان مهاجرینو نه ځان خلاص کړي. بله آقای مومند، در بحران‌های بشری کتله‌ای یک کشور چگونه باید برای مهار بحران مهاجرت رسیدگی کنه به نظر شما و مسئولیت نهادهای بین المللی که حامی حقوق مهاجرین هستند در اینجا چی می باشه؟ نهادهای بین المللی مخصوصا در حالت فعلی که نظام حاکم افغانستان به اون اندازه آمادگی و شرایط ازیر ندارن که از این تعداد بزرگ افغانهایی که پس عودت میکنن به افغانستان از اونها پذیرایی بکنن و به صورت منظم اونها را پس جا و جا بکنن به افغانستان. در اینجا نهادهای بین‌المللی مخصوصا یونیورسیتی آرایم و نهادهای بزرگ دیگر مشکلات دارن که با مهاجرین افغانستان کمک بکنن، نه تنها ای که در سرحد وقتی که میاین بلکه به ولایت هایی که اینها باید پس برگردن و در اوجه زندگی خود آغاز بکنن، از سرپناه گرفته تا به کاروبار تا به تعلیم و درس و اطفالشان، از اینها مورد هستن که نهادهای بین المللی مسئول هستن که اینها را با افغانها یک جای مهیا بسازن.
مومن صاحب تاسو خو د نړیوال بنسټونو په مسولیتونو وغږیدلس، اما په دې منځ کې د طالبانو د حکومت کړنې تاسو څنګه ارزوئ؟ دا خو ښکاره ده چې طالبان غومره امکانات نه لري چې د دې ټولو مهاجرینو مشکلات حل کړي، اما د دغه ستونزې د اساسي هواري دپاره څه کول پکار دي، خصوصا د طالبانو د حکومت دپاره چې دفتن ژمی هم را روان دی، هوا هم سړه ده، څه باید وکړي چې د دې کډوالو مشکلات هوار شي؟ ګوره، طالبان بدبختانه د دې توانایي نه لري چې په دغه تعداد باندې مهاجرین چې بیرته وطن ته راستنیږي، چې په دغه تېرې میاشت کې تقریبا 500,000 افغان مهاجرین د پاکستان راشړل شوي شي دي، له دې سره سره تقریبا 100,000 شاوخوا دواړه د پاکستان او د ایران که تاسو سره مجموعه ونیسئ 500,000 کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. په دغه تعداد باندې طالبان د دې وس او توانایي نه لري چې دوی هغه پذیرایي وکړي، ممکنه پذیرایي چې پکار ده، او دوی هغه خپلو ولایتونو ته په صحیح منظمه توګه بندستانه کړي. البته موږ د رسنیو له لارې دا وینو چې طالبان خپل کوشش کوي، مګر د دوی کوشش تکافو نه کوي، ځکه د دې حجم د دې سایز د دغه مشکل د دې پرابلم سره ډېر غټ دی د طالبانو د توانایي نه. نو په کار دا ده چې طالبان د بین المللي نهادونو سره په همغږۍ باندې دغه ناورین ته د حل لارې پیدا کړي، او غږ وکړي په بین المللي نهادونو باندې او د هغوی مرسته راجذب. خو تاسو هم یادونه وکړه چې د کلونو لپاره په دغو دوو هیوادونو کې خصوصا ایران او پاکستان کې وو دوی نه ایستل کېدل، اما اوس دفتن ساسي په نظر څنګه دغو هیوادونو دا تصمیم ونیو چې مهاجرین وباسي؟ آیا فکر نه کوئ کله چې د دغو هیوادونو غوښتنې د طالبانو د حکومت لخوا نه منل کېږي یا مخالفت ورسره کېږي، نو بیا دوی دا د مهاجرینو د مسلې څخه د یوه قوت په توګه استفاده کوي او دا مهاجرین باسي؟ یعنې فکر نه کوئ چې دا د مهاجرینو ایستل تر ډېره سیاسي اړخ هم لري؟ پاکستان باندې دا سیاسي او اقتصادي اړخ لري. پاکستان په سیاسي توګه غواړي په افغانستان باندې په طالبان باندې فشار وارد کړي، او په عین حال کې دوی غواړي د دې اقتصادي ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې پاکستان هغه اقتصادي حالت ډېر زیات خراب دی. په عین حال کې ایران پاکستان ته په کتو سره دغه پالیسي په دغه اخرو کې موږ متوجه شوي چې خپله کړې ده چې دوی هم سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره غواړي چې افغانستان کوم مهاجرین چې راغلي دلته هغوی بیرته وستانه کړي، په زور افغانستان کې. او بل دلته بین المللي هغه نورم دی چې کله تاسو مهاجرین بیرته راباسئ چې هغه کوربه هیواد سره د دوی هغه خبرې باید وشي، هغلته شرایط بیرته ورته مساعد شي، او بیا له هغې نه وروسته باید وشړل شي وباسل شي. نو دلته چې دغه د شړلو پروسه شروع شوې ده، دا غیر عادلانه ده، او د ښه همسایتوب نښه نه ده چې که هغه پاکستان کې هغه مسؤول نظام دی، هغه په ایران کې دی، خو دوی هغه ښه ګاونډیتوب د افغانستان سره نه ښیي په دغه کارونو باندې چې دوی خب آقای مومن، بر اساس یک سروی یک نهاد امدادرسان معصوم به اسلامیک ریلیف گفته که 90% عودت کنندگان افغان از پاکستان گفتند که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند و برای دسترسی به نیازهای اولی زندگیشان به شمول عدم دسترسی به آموزش، آب آشامیدنی و حفظ صحی کودکان و بزرگسالانشان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. اگر به این مشکلات به خصوص تعلیم توجه نشه، فکر نمیکنین که این باشندگان افغانستان یک بار دیگر به مهاجرت فکر کنند؟ ببینید، اگر شما به طور تکنیکی نگاه بکنید به این مسئله، پاکستان بدبختانه کسایی که 40 سال در پاکستان زندگی کردن و در موجه تعلیم شدن، اونها را هم پس عودت دادن و به افغانستان برگردانیدن. در این کسایی هستند که اصلا ولایت خود ندیده، قریه خود ندیده، در اون جایی که زندگی میکنن برشان مشخص معلوم نیست، و با این همه خانه‌ای که داشتن 40 سال یا 50 سال قبل اونا ویران شده، زمینایی که داشتن شاید آل وجود نداشته باشه، باغایی که داشتن شاید آل فعال نباشه. به خاطر زمین است که 90% کسایی که سروی شدن گفتن که به مشکل سرپناه مواجه هستن. در این حال وقتی از تعلیم صحبت میشه، تعلیم بدبختانه کسایی که در افغانستان
قبل از عودت مهاجرین افغان پس به افغانستان هم زندگی میکردن در این دو سال گذشته با این مشکل روبرو بودن که دخترها را طالبان اجازه نمیدن که به تعلیم و تحصیل ادامه بدن. دیگه این کسایی که پس عودت میکنن یا هم بخش امو کتله بزرگ جامعه افغانستان میشن که اینها هم مشکلات را که دیگه افغان ها در افغانستان میبینن در بخش تعلیم، در بخش تحصیل اولادهایشان مخصوصا دخترها و در بخش اقتصادی اینا هم اونا را پیش روی دارن. دیگه نیاز به این است که نظام حاکم طالبا با مشکلات افغانایی که در افغانستان زندگی میکنن 40 میلیون نفوس که نیم میلیون دیگه اضافه شد به اینا رسیدگی بکنه و اجازه بده تا دخترها حق تعلیم و تحصیل داشته باشند. بله، یک جان سپاس آقای مومند، آگاه امور اجتماعی و فعال حقوق بشر که از استرالیا با ما مصاحبه کردید. ممنون، تشکر.